مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. بیننده مهمترین ها از یک هستین. فرخط به خبرها. ناله هایی که از خیمه ها به گوش می رسد. وضعیت در آبباری که بدخشان بدتر از آن است که گفته می شود. رنگ باختن قانون. کمیسیون دور دوم انتخابات را به تأخیر برگزار می کند. و بازی با سر شعر. هشدار به نهادهای انتخاباتی. بازی با سرنوشت مردم، با رأی مردم، با آرمان مردم، با خواسته مردم. بازی با سر شیر است، بازی با سر اژدهار است. سلام به شما، من نشانه نورزاد ابراهیمی و همکارم رامین سالک با تازه ترین خبرهای ورشی از افغانستان و جهان. با خبرهای افغانستان و جهان باز هم با شما هستیم. وضعیت بیجا شدگان روستای آبباریک ولسوالی ارگوی بدخشان به شدت در حال بدتر شدن است. یک مستند تلویزیونی یک نشان می دهد که کمک ها تاکنون به گونه نمایشی بوده است. نزدین مسلح شبره با سیب دیدگان این رویداد گذارنده است. باز محمد ما را در این سفر همراهی می کند. بخش های نزدیک به محل رانش زمین نیز دارای زمین لرزه پنداشته می شود. تقریبا یک 20,000 جلب زمین نمیجا فرو رفت دیگه، زیر رفت. در کجا؟ این منطقه گراب. شب به محل رویداد رسیدیم. هیچ روشنایی در این روستا دیده نمی شود. انگار همه جا را وحشت فرا گرفته است. فریاد ها و ناله ها در این روستا در این انداز شده اند. ناله هایی که از این خیمه ها شنیده می شوند. این کودکان یک یا چند و یا همه اعضای خانوادهشان را از دست دادند. بازماندگان قربانیان از روز فاجعه حکایت می کنند. حکایت از خاک و خون. خیمه دیگر. این بانوان دستکن بازماندگان 10 خانواده هستند. نیمه شب شده است. اما کیست که خوابش ببرد؟ این هم بانویی که 50 تن از بستگانش در زیر آوارها باقی مانده است. امید هم برای نجات عزیزانش ندارد. زیر خاک 50 نفر ماندگی است. دختر خاله مانده، دختر عمه من ماندگی است. ایوار مانده است، شوهر مانده است. چقدر زندگی من مانده. بازمانده دیگری که تمامی اعضای خانوادهش را از دست داده است. در این خیمه پوشاک و این حیرکین از روستاهای دیگر آورده شده است. این 3 کودکان اکنون بی سرپرستند. پدر، مادر و پدر بزرگ آنان در این رویداد از بین رفتند. ظاهرا دیده می شود که یکی از این کودکان نیز به بیماری شدید دچار است. زندگی این کودکان اشک هر کسی را در می آورد. در این خیمه 3 کودک آورده شدند که پدر، مادر و پدر بزرگشان را از دست دادند. تکیه گاه و سرپرستشان دیگر با آنان نیست. محمود از درد شدید می پیچد و بیخوابی هم امانش نمی دهد. چند لحاف که از رستاهای اطراف برایشان آورده شده است، بسنده نیستند. صبح یک شب طولانی، شبی که یکی میگریست، یکی مینالید و دیگری هم درد تنها ماندن داشت. فردا صبح، بار دیگر به خیمه محمود میروم. یکی از بزرگان محل مرا در این کار همراهی میکند. محمود همراه با برادر و خواهرش در گوشه ای از خیمه مات و مبهوت مانده اند. صبحانه ایشان تنها همین بسکیت است. آب برای نوشیدن ندارند. از آنان درباره پدر و مادرشان میپرسم. به اوزبکی گفتند که زیر خاک، زیر خاک. آتا و پقل؟ چشمان زهرا حکایت از ناگفته های زیادی دارند. حکایت از ناامیدی و حکایت از ده ها چالش دیگر. هنگام رویداد آنان گوسفند را به چراگاه برده بودند.
شاید شانس آوردن که در روستا نبودند. بال میشران اینا. مقام های حکومت گاه گاهی با این چرخبال ها به اینجا می آیند. نهادهای کمک کننده هم آب و نان و کمپل به این روستا آوردند. هرچند مقدار اندک آنان با آسیب دیدگان توزیع می شوند. قدوس نام دارد. او با دیدن ما می خواهد که درد و غمش را با مردم در میان بگذارد. امر دین یگانه پسر قدوس در زیر آوار مانده است. قدوس دوار جان 15 سر جماعت هستند. همه نگاه میکنه. نواسه قدوس با دیدن پدر بزرگش نیز به گریه می افتد. تا اکنون دو جسد از جمله یک بانو از زیر آوار بیرون کشیده شده اند. اما چگونه؟ یکان 40-50 نفر جمع شده کشیدیم، اما جا سرش مانده بود، تنش کشیدیم. بازماندگان این رویداد خواستار بیرون شدن عزیزان خود از زیر آوار اند. یا برادر، برای خدا حکومت دوست نمیشه میره شو شایدلار به چی کرسن، میره عرضیم شو چه. این کودکان 4 شب می شود در هوای سرد و روز گرم زندگی می کنند و بیشتر آنان بیمار شدند. گروه بهداشت هم به ساحه بجا شدگان آمده اند و کودکان را واکسن پولیو می کنند. برخی از کودکان دیگر مشغول دنیای کودکانه خودند و گویی که آب از آب تکان نخورده است. 4 روز از این رویداد می گذرد اما برای برخی ها خیمه داده نشده است. باشندگان نزدیک به رویداد نیز از این رویداد وحشت زده شده اند و در حال ترک به جای امن هستند. اما در میان راه با خانم برخوردیم که با دختر 12 ساله بیمارش در بین راه مانده، نه گروه بهداشتی و نه گروه امداد او را کمک می تواند. همه از غم خود به تنگ آمده اند. ظهر نزدیک است. هیچ غذای پخته به اینجا آورده نشده است. آسیب دیدگان برای به دست آوردن نان خشک درگیرند. از یک طرف اندوه جدایی عزیزانش و از طرف دیگر تشنگی و گرسنگی بر این آسیب دیده ها فشار می آورند. اما این همه تشنگی را تنها با این بوتل های آب که برشان داده اند مرفوع می کنند. تلخترین لحظه برای دیدن این کودک بود. کودکی که 7 ماه از عمرش میگذرد، پدر و مادرش هر دو زیر آوار شده اند. اکنون این پیرزن از این کودک سرپرستی میکند. جان مامان. در گوشه دیگری با مردانی برخوردیم که توسط مردمان محل نجات داده شدند و اما نزدیکان آنان در برابر چشمانشان زیر کوه شدند. جار لغت کدام است؟ یا خوارمان، یا آمایمان سب، خود با من لغت کرده سب. خیمه دیگری، ناله و فریاد زیاد است، اما باید دید که نسبت به دیگران چی در این متفاوت دارند. اکنون تمامی مردان این خانواده زیر کوه باقی ماندن و تا کنون بیرون نشده است. از یکی برادر، از دیگری پدر و از دیگری شوهر. اینجا آمده اند تا خود را تسلی دهند. می دانند هیچ کس توان بیرون کردن عزیزانشان را از زیر این آوارها که عمق آن به بیش از 50 متر گفته شده است ندارد. اما برای اینها شاید این پاسخ قانع کننده نباشد. مردان با همت بلند می کشند تا شاید نشانه ای از عزیزانش را دریابند. این همین منطقه ای که دمجا دم نفر است، دمجا کارکل است، دم منطقه ماند. همه چیز را فراموش می کنند. اما خشمین کورا هرگز فراموش نخواهد کرد. درگیری میان پلیس، مردم و دفتر توزیع کمک ها در ولایت بدخشان رخ داده است. گفته می شود در این درگیری بر سر توزیع کمک ها صورت گرفته است که از اثران 2 تن زخمی شدند. آسیب دیده های روستای آب‌باریک آرگوی بدخشان به شدت از توزیع ناعادلانه کمک ها انتقاد می کنند. از سوی هم امروز دکتر عبدالله برای همدردی با آسیب دیده ها به ساحه رویداد رفته است. بشیر احمد قاسانی با جزئیات بیشتر. 6 روز از رویداد قیامت کوچک در روستای آب‌باریک ولسوالی ارگو می‌گذرد. تیره روزان روستای آب‌باریک از چگونگی توزیع کمک‌ها شکایت دارند. این تیراندازی پلیس نیز نشان می‌دهد که مانگی لازم میان نهادهای دولتی در توزیع عادلانه کمک‌ها وجود ندارد. باشندگان محل شکایت دارند که مقام‌های دولتی بیشتر کمک‌ها را به بستگانشان توزیع می‌کنند.
کار جور کردیم برای مردم درست توزیع میکنیم. یک نهاد هستیم. این قدر مسئول در اینجا نمیتونه که یک کار درست رهبری بکنه. از همه مهمتر شکایت این روستایان این است که دولت باید عملیات نجات را برای جستجوی اجساد بستگانشان بار دیگر راندازی کند. اما اداره مبارزه با حادث جستجوی تمام اجساد را به علت گستردگی ساحه ممکن نمیداند. دو تا اسکواتور در محل رسید، جمعی مردم به عنوان از که به مرد کار باشند کار کنند. تقاضای سران قوم بزرگا همه همی بود که اگر در این منطقه کاوش صورت بگیره احتمالا اجساد توته توته و پرچه پرچه شده بیرون برایند، به عنوان یک هدیره عمومی یک منار شهدا ساخته شود. این جمعی که در این نقطه آسیب دیدن تقاضا کردن اینا از ساحه به دور احتمالا 63 متر عمق نیمی درست سرویز شده 63 متر. از سوی هم قربانی شدن 2500 تن در این رویداد پای نامزدان ریاست جمهوری را در این محل کشانده است. دکتر عبدالله نیز امروز با باری کرگو رسید. امروز نیز جسد یک خانم از زیر آوار بیرون کشیده شده است. کمک ها به موقعش به مردم برسه، به خوبی به مردم برسه و شکایتی در مورد ضایع شدن کمک ها نباشه، چون مردم افغانستان بسیار با اخلاص، بسیار با دردمندی یک قسمت کمک ها را به این طرف روان میکنن. توقعشان هم است که به مستحقین در هر جای و هر کجایی که هستن برسن. شش روز پیش فروریزی این تپه جان هزاران تن را گرفت و صدها خانه را ویران کرد. باشندگان این محل قربانی شدن هزاران تن را در این رویداد به یک قیامت کوچک تشبیه کردند. این باشندگان هشدار میدن در صورتی که اسکان مجدد برای این صدها خانواده دیگر فراهم نشود، با فروریزی بخش دیگر از این تپه رویداد دیگری نیز در راه خواهد بود. بشیر احمد قاسمی، تلویزیون یک، روستای آب‌باریک، ولسوالی ارگوی بدخشان. دور دوم انتخابات با تأخیر برگزار می شود. کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می ورزد که زمان بیشتر برای برگزاری دور دوم انتخابات نیاز است و از همین رو این انتخابات در زمان تعیین شده آن بر بنیاد قانون اساسی برگزار نخواهد شد. این کمیسیون علت دو هفته تأخیر را در برگزاری دور دوم انتخابات، حریق شدن مواد اساس انتخاباتی در حمله مردان مهاجم بر کمیسیون مستقل انتخابات میدانند. اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این تصمیم را نقض روشن ماده 61 قانون اساسی و فراتر از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات میدانند. ولی آریان به مسائل قانونی این موضوع پرداخته است. انتخابات در چند برگی زمان، هشت روز تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرصت است. اما حال دیگر ممکن است که پیروزی نامزدی در این دور مطرح نباشد. آنچه مهم دانسته می شود برگزاری دور دوم انتخابات است، چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر زمان تعیین شده آن برگزار خواهد کرد. اگر ما مواد اساس ما را ما می داشتیم، اما قسمتی را که قسمت مواد اساسی که حریق شده، حالا ما از حال انتقالات چه شروع میکردیم به ولایات این مواد انتقال پیدا میکرد، ما صرف یک برگه رایدی ضرورت می داشتیم که در این صورت اونمو دو هفته که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده بود، ما مطابق با اون دو هفته ما چیز کار خود انجام می دادیم. اما در قانون اساسی و نیز در قانون انتخابات برگزاری دور دوم انتخابات در زمان تعیین شده آن حتمی گفته شده است. این دو قانون برگزاری دور دوم انتخابات را در یک زمان قید ساختند. ماده 61 قانون اساسی افغانستان و ماده 20 قانون انتخابات. ماده 61 بند 3 قانون اساسی. هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدا نتوانند اکثریت بیش از 50% آرا را به دست آورند، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آوردند شرکت می نمایند. و این در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست که جدول و یا تقویم انتخاباتی خود را فراتر از حدود احکام قانون اساسی معین و مقرر کند. با این همه این کار کمیسیون مستقل انتخابات نقص روشن قانون اساسی و قانون انتخابات می تواند باشد. اما برداشت کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه چیز دیگری است. چیزی که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده در حالات آرام پیش بینی کرده، حالا این مملکت در حال جنگ است. سبا یک حادثه دیگه اتفاق میفته، باز مردم افغانستان بیان کمیسیون ملامت بکنن که گویا که شما چطور نتونستین مطابق به قانون اساسی اقدامات صورت بگیرین. حالا ایراق پرگنیایی که در کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت، اینو کس پیش بینی میکرد؟ از میان رفتن مواد به تنهایی نمیتواند تأخیر انتخابات را توجیه کنه.
در حقیقت نشان میده که کمیسیون مستقل انتخابات یک وظیفه قانونی دیگری خود در واقع عمل نکرده که عبارت باشه از اتخاذ تدابیر لازم در زمان خودش. علت تأخیر در برگزاری دور دوم انتخابات کمبودهای در بخش مواد اساس انتخاباتی گفته می شود. موادی که به باور کمیسیون مستقل انتخابات بخش از آن در حمله مردان مهاجم بر این کمیسیون سوختند. ظاهراً این موضوع پس از آن مطرح می شود که نشست های در کاخ ریاست جمهوری میان دو نامزد پیشتاز انتخابات و رئیس جمهور کرزی برگزار شدند. در یکی از این نشست ها رئیسان کمیسیون های انتخاباتی نیز حضور داشتند. با این همه به نظر می رسد که کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن نیست که دور نخست انتخابات پیروزی داشته باشد. والی بلخ می گوید کسانی در کمیسیون انتخابات شکایت های انتخاباتی وجود دارند که در نتیجه انتخابات دستکاری کردند. عطا محمد نور بازی با رأی مردم را بازی با سر شیر می داند و می گوید کسانی که در تقلب و تغییر نتیجه انتخابات دست دارند در برابر مردم پاسخگو خواهند بود. از ستایش تا بدبینی، نیروهای امنیتی که در تامین امنیت انتخابات کشیدند ستایش شدند در همین محفل. اما والی بلخ کارکرد کمیسیون های انتخاباتی را به شدت به باد انتقاد گرفت و میگوید افراد در این کمیسیون هستند که نتایج انتخابات را به نفع نامزد خاص دستکاری میکنند. کسانی هستند در میان اینها که جاهلانه و خائنانه حرکت کردند، جانبدارانه حرکت کردند. آنچه را که مردم خواسته بود، آنچه را که مردم با شور و شوق بسیار زیاد به پای صندوق های رای رفت که تا زعیم خود انتخاب بکنه، بدبختانه که به خواسته ها و آرمان مردم ما دست زدند. او هشدار می دهد بازی با رای مردم بازی با سر شیر است و تاکید می کند که کمیسیون های انتخاباتی در برابر مردم پاسخگو خواهند بود. بازی با سرنوشت مردم، با رای مردم، با آرمان مردم، با خواسته مردم بازی با سر شیر است، بازی با سر اژدهار است، بازی با خون ملت است، با خواسته ملت. این بی پاسخ نمیمانه. از اینجا تا به کابل بشنو حرف مرا که بی پاسخی نمیمانه. والی بلخ هر گونه دخالت را از سوی خودش در پروسه انتخابات رد می کند و تقلب های صورت گرفته را مربوط به کارمندان کمیسیون های انتخابات و شکایت های انتخاباتی می داند. والی بلخ که در انتخابات از دکتر عبدالله عبدالله پشتیبانی کرده است، او رسیدن به قدرت سیاسی را بدون آرای مردم و با تقلب یک خیانت ملی می داند و از نهادهای انتخاباتی می خواهد تا به گونه شفاف عمل کنند. ادامه خبرها. تأخیر در برگزاری دور دوم انتخابات پیامدهای ناگوار در سطح ملی و جهانی برای افغانستان خواهد داشت. به گفته آگاهان اگر دور دوم انتخابات بر بنیاد پیشبینی قانون اساسی افغانستان برگزار نشود، مشروعیت نظام کنونی در سطح جهان زیر پرسش خواهد رفت. توجه کنید به جزئیات بیشتر. تأخیر در برگزاری احتمالی دور دوم انتخابات افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی به این موضوع اشاره کرده است. آگاهان در کابل اما پافشاری دارند مسئولان کمیسیون انتخابات برگزاری این روند را دست کم نگیرند، زیرا پیامدهای منفی کلان جهانی برای افغانستان به دنبال خواهد داشت. ابعاد بین المللی از این بر صورت نگرانی ها افزایش پیدا خواهد کرد در مناسبات منطقه‌ای و جهانی افغانستان و سوالات زیادی خلق خواهد کرد که آیا دلایل تاخیر چی است؟ آیا تاخیر تکنیکی است یا مسائل پشت پرده در این مسئله دخیل هستند و آیا تضمینی وجود دارد که باز این تاخیر دوباره به تاخیر نیفتد؟ انتخابات ریاست جمهوری بر همه چیز سایه افکنده است، از کارهای عادی بازرگانی تا مسائل کلان سیاسی. همه منتظر نتیجه انتخاباتند. با باور آگاهان اما هر گونه تاخیر در اعلام نتایج انتخابات می تواند چالش ها و مشکلات را دو برابر سازد. ولی که نمیتونی سوالای بسیار زیادی را به وجود میاره. اولی که این انتقال مثلا تمیز قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه تحت سوال میبره که رئیس جمهور کرزی علاقه مندی به انتقال قدرت نداره معطل میکنه، و دومی که بسیار مسائل پیمان امنیتی نظامی با آمریکا مطرح است که معطل رئیس جمهور جدید هستند و چنین کاری که انجام بگیره مطمئنن که هم مشروعیت دولت موجود افغانستان تحت سوال قرار میگیره و هم جامعه جهانی اعتبار خود و مردم افغانستان اعتبار خود به انتخابات و مسائل انتخاباتی از دست میدن. تو همین دیروز هم مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات پافشاری داشتند اگر انتخابات به دور دوم برود آماده‌اند آن را بر بنیاد زمانبندی از پیش تعیین شده برگزار کنند، اما تغییر یکبارگی در موقف نهاد پرسش‌هایی را به وجود آورده است.
هزاران شب نظامی تحت حمایت استخبارات نظامی آمریکا از کار برکنار شدند. این شب نظامیان از سوی سازمان CIA پول می گرفتند و وظیفهشان جنگ با طالبان و دیگر گروه های هراس افغان بود. آگاهان اما می گویند برکنار شدن این سربازان خلای امنیتی را به بار می آورد. گفته هایی که وزارت دفاع با آن موافق نیست. قیام نوری با جزئیات بیشتر. شمار دقیقشان روشن نیست، اما نیروهای خط نخست جنگ با جنگجویان القاعده و گروه‌های وابسته به این شبکه بودند. بر بنیاد یک گزارش ویژه روزنامه دیلی بیست، این شبه نظامیان در بخش‌های گوناگون کشور حضور داشتند. از سوی سازمان استخبارات نظامی ایالات متحده آمریکا یا سیا تمویل و تجهیز می‌شدند. این نیروها در سال 2001 در پی حضور نظامی واشنگتن و متحدانش در افغانستان ایجاد شد. گفته می‌شود این شبه نظامیان کارایی خیلی بالایی در جنگ و مهار طالبان داشتند. حالا اما CIA این شبه نظامیان را به یک بارگی از وظایفشان برکنار کرده است. حکومت افغانستان خواسته نیروها را در چارچوب نیروهای امنیتی کشور استخدام کنند، اما شمار اندک آنان حاضر شدن این درخواست را بپذیرند. در پی برکنار شدن این نیروها، حکومت افغانستان تلاش کرده است که این شبه نظامیان را با همان امتیازات مالی سازمان CIA استخدام کنند. اما فقط 100 تن از این شبه نظامیان به این درخواست حکومت لبیک گفتند. آیا خلای امنیتی در پی نبود نیروها به میان خواهد آمد؟ امروز که از تشکیلات اینا میبراین خارج بشن، اینا در تشکیلات رسمی افغانستان نبودن. ای که این نیرو را باید یک تشکیلات و جزوتام های رسمی خود افغانستان ایجاها را باید میگرفتن به خاطر دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و دفاع از تمامیتی ملی افغانستان، امروز یک خلای بزرگ به وجود میاد. اما وزارت دفاع نمیپذیرد که در نبود نیروها کدام خلای امنیتی در کشور به میان بیاید. ما تقریبا با صدها پایگار و مراکز بسیار مهم و استراتژیکی را از خارجی‌ها تحویل گرفتیم و فعلا تامین امنیت میکنیم. بعضی الغایات به طور مثال کنر به طور کامل تحویل گرفتیم، لذا آمادگی کامل وجود داره که خلای امنیتی وجود نیاید و این پایگاه تامین امنیت بشه. اگر موافقتنامه امنیتی میان حکومت آینده کابل با واشنگتن امضا شود، کمتر از 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی میمانند. کار همین نیروها هم از پیش روشن شده: آموزش و مشورت دهی نظامیان کشور. شکایت های برخواسته از تقلب ها و تخطی های انتخاباتی در 4 ولایت شمال شرقی امروز به گونه علنی بررسی گردید. بیشترین شکایت در 4 ولایت شمال شرقی بر ضد دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی بود. زکریا حسنی گزارش می‌دهد. چهارمین نشست علنی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی. امروز کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت‌های بغلان، کندز، تخار و بدخشان رسیدگی کرد. مجموع شکایت‌های بررسی شده در این 4 ولایت 74 شکایت است که بیشترین این شکایت‌ها بر ضد دو نامزد پیشتاز می‌باشد. گرچه این دو نامزد بیشترین شکایت‌ها را نیز در این 4 ولایت شمال شرقی به ثبت رسانیدند. اما نمایندگان این دو نامزد پیشتاز شکایت‌های رسیدگی شده را نمی‌پذیرند و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را به جانبداری و مهندسی کردن انتخابات متهم می‌کنند. شکایت‌های ما را در موارد متعدد جریمه نقدی کردند به این دلیل که گویا سندی وجود ندارد. اما در عین موضوعات در شکایات دیگری که از طرف‌های دیگه مطرح شده هیچ گونه عملکردی انجام نشده، در حالی که معلوم هم بوده او شکایت‌ها هم سندی نداشته. مسئول محترم حقوقی کمیسیون گفت که هیچ نوع شکایت ذریع تیم دکتر اشرف غنی ثبت نشده، در حالی که ما خودم موقف رسمی تیم خود رایی کردیم، شکایت ثبت کردیم. شما میتونین دقت کنین که اسناد ثبت شده دمو تاریخ موجود است. از سوی دیگر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نیز بر مستقل بودن این کمیسیون پافشاری می‌کند و ادعاهای نمایندگان این دو نامزد پیشتاز را رد می‌نماید. زمونگ مخاطب خراب رایا ده من گویو سی تقلب نتیجه و نتاکی زکا یو رای خپل خاص مفهوم لري، یو رای سیسو گورکی رای ساکن حق ده. تا کنون به بیش از 250 شکایت به گونه علنی رسیدگی صورت گرفته است و قرار است فردا به شکایت‌های انتخاباتی دو ناحیه باقی مانده نیز رسیدگی شود. حال رامین با تازه‌ترین های ورزش. تشکر نشانه جان. رقابت‌های انتخابی پاورلیفتینگ شهر کابل امروز با اشتراک بیش از 200 ورزشکار در تالار ورزشی ریاست تربیت بدنی و سپورت آغاز شد.
در این رقابت ها 25 باشگاه در سر ده سنین نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برای دو روز با هم رقابت میکنند که در پایان 37 چهره برتر در نو وزن قانونی نشته به تیم منتخب کابل انتخاب میشوند. تیم بزرگسالان انتخاب میشه و آمادگی برای این دارن که در مسابقات تیم ملی اشتراک کنند و بعد در مسابقات آسیایی و جهانی. با سفرهایی که داریم در ریاست تربیت بدنی و سپورت از ورزشکاران تیم ملی پانکریشن افغانستان به دلیل کسب 8 مدال از مسابقات آسیایی قزاقستان ستایش کرد. تیم ملی پانکریشن 15 روز پیش با اشتراک در جشنواره آسیایی رشته به قزاقستان اشتراک نمود و توانست 3 مدال نقره و 5 مدال برنز را از آن خود کند. این رقابت ها که با اشتراک 10 کشور برگزار شده بود، تیم میزبان یعنی قزاقستان و مقام نخست دست یافت و تاجیکستان، ژاپن و افغانستان در مکان های دوم تا چهارم جای گرفتند. به اصطلاح یامیانه ما با دست خالی وارد مبارزه و میدان میشیم، مگر با دست پر دوباره به وطنتون میاد. مبارکتون باشه. تشویق خودتان خوبتر میفهمین در سر روی ورزشکار که اشراک میکنه در مسابقات بسیار تاثیر داره و بدون از او سر ورزشکار در سر روی ورزشکارهای دیگه که مثلا ورزش میکنه. کارگاه آموزشی داوری کراتا امروز با اشتراک 18 داور در کابل برگزار شد. این کارگاه آموزشی به صورت عملی و نظری زیر نظر ذبیح‌الله قربانی رئیس کمیته داوران برای یک روز برگزار شده بود که هدف آن آموزش قوانین جدید داوری برای برند بردن سطح کیفی داوران کاراته دانسته شده بود. قرار است داوران آموزش دیده در رقابت‌های انتخابی شهر کابل که هفته آینده برگزار می‌شود داوری کند. و اینکه دور نیمه نهایی لیگ بسکتبال آمریکا موسوم به NBA بامداد امروز با انجام دو بازی پیگیری شد که در کنفرانس شرق واشنگتن توانست حریف خود ایندیانا پیسرز را با نتیجه 102-96 شکست دهد تا در نخستین مسابقه دور نیمه نهایی به پیروزی ارزشمند دست یابد. در دیدار دیگر کنفرانس غرب لس آنجلس کلیپرز با نمایش کاملا برتر از اوکلاهوما سیتی را در خانه‌اش با نتیجه 122-105 در هم بکوبد و اولین پیروزی را کسب کند. کریس بیل با کسب 32 امتیاز، 2 ریباند و 10 پاس منجر به گل ستاره کلیپرز بود. در دو دیدار فردا میامی هیت با بروکلین و پورتلند بریزریز با سن آنتونیو اسپرز دیدار میکنند. مهمترین ها از یک در همینجا به پایان رسید. از همراهیتان تشکر و وقتتان خوش. ممنون که خبرهای تلویزیونی یک دنبال کردید.